از بخاری ثابت میکنم بله. از قرآن کریم ثابت میکنم که چه کسی اول صحابه را بد گفت. بله. اولین کسی که صحابه را بد گفت عزیز من، خدا در قرآن کریم سوره حجرات کتاب تفسیر صحیح بخاری را ملاحظه بکنید. بله. خدا هست اون قرآن چه گفت صحابه را؟ فکر عمر و هیچ جای اشکال نیست، نه بله. لایاری اون زمان بوده، نه عبدالله ابن سبا به جبرائیل پول داد رشوت داد که تو بیاین آیه را نازل بکن، نه من به بخاری پول دادم که شما که روایت را جعل بکن، خود بخاری روایت کرده. بله. خدا در قرآن کریم اون پنج آیه اول سوره مبارکه حجرات در شأن ابی بکر، در شأن عمر، که در آیت مذمت ابو بکر و عمر هست، که در حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نهایت بی‌ادبی، با نهایت اخلاق خشن، که در حضور حضرت رسول مآب صلی الله علیه و آله و سلم صدای خود را بلند کردن و خدا در قرآن کریم اونا را مذمت کرد و از اونا سلب ایمان کرد. آلی توضیح دادم که چطور اونا را خداوند متعال در این آیه چنان مذمت کرد که کسی کمی توجه بکنه گفته اصلا اینا مؤمن نیست. شما توضیح بدم؟ تمام شد؟ نه آن خوش شما گفتین که در آیه قرآن الله مزمت کرده در سوره حجرات، من سوره حجرات میکشم اجازه بده نه خود شما باید سوالی که میکنید جواب بشنوین. من چه سوال نکردم، من سوال نکردم. شما حتما وقتی که امی صحبت شما یک تهمت علیه قرآن بود گوش کنین، من برای شما میگم که شما سوره حجرات آیات اولش طوری که قرآن میگه تو دروغ میگی، طوری که قرآن ایره بیان میکنه تو حتی ترجمه زیرم دروغ میگی. اجازه بده که من غلطش میخوام شما تصحیح بکنم. من برای تصحیح میکنم، شما آیات قرآن اصلا نمیفهمین که چه قسم اصلا سیاق آیات است، چه قرار است. یک بار که من بخونم اجازه میدی بخونم؟ بله بفرما. خب پخش میشه بسیار سوره مبارکه حجرات کتاب تفسیر را دوستان عزیز باز کنن در بخاری و بقیه تفاصیل همگی بالاجماع که این آیات مبارکه اول سوره حجرات در شأن ابوبکر عمر نازل شده. بله. در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدایشان را بلند کردن و بله. چیغ زد ابوبکر بر عمر، چیغ زد عمر بر ابوبکر، چیغ زد. بله. آیات در مذمت ابوبکر و عمر نازل شد، یک آیه، دو آیه، سه آیه، چهار آیه، پنج آیه. بله. در اینجا وجوهی از عدم ایمان ابوبکر و عمر هست. استغفر الله، استغفر الله. این همین حرف، همین حرف آخره. گوش کنید شما. ما با شما تایید میکنم. اجازه بدین. من این مطلب را خلاصه کنم. ما در قسمت شأن نزول ای آیات متبرکه معلومات دارم. این درست است که حرف بزنم بعد تو من وقتم تمام شد حرف بزنم. بفرما. صدایتان پخش میشه، صدای شما را پخش میکنیم. حالا ببین وجوه کفر ابوبکر عمر، من ثابت میکنم این بخاریه. استغفر الله. اجماع مفسرین که آیه بخاری ابوبکر الله علی الکاذبین بوبه. این کفر ابوبکر عمر. لعنت الله علیك و علی الکاذبین بفرما. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدای خود را بلند کرد. این واضح و روشنه که کسی کوچکترین تعظیم به کسی داشته باشد. شما همینجا همینجا در آلمان هستین، پیش یک رئیس دادگاه برین، پیش یک کسی برین، صدایتان را اگر بلند اجازه بلند نمیکنین، چرا؟ بخاطر از اون میترسی هیبتش را دارید. اینا اگر در دل این هیبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود صدای خود را بلند نمیکردن. ثانیا همین آیه خودش فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. کسانی که در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با صدای اینها کسانی هستند که تقوا دارند. ثانیا اینها در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشاجر کردند، یعنی اظهار رأی کردند. این تقدم در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی رأی فاسد خود را، رأی باطل خود را بر رأی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقدم می‌دارند. اون پیغمبری که جبرئیل صبح شام پیش اون نازل میشه احتیاج به رأی ابو برای عمر دارد. درست شما دیگه از خود شرح نتین، آیتم خواندین، برتان وقتم دادم، آل شما گوش بکنین جوابتان را. قرآن میگه که لعنت الله علی الکاذبین، میگه من فسر القرآن برأی فقط کفر. کسی که قرآن از مغز و از معده خود و از فکر خود تفسیر میکنه کافر است. و سوم مسئله آیاتی که در باب سیدنا عمر بن خطاب و ابوبکر صدیق در بخاری آمده گفتن که اونا صدایشان بلند شد، این آیات تأدیب است و ایشان ادب آموختند که ای صحابه شما در برابر حضور پیامبر اسلام صدایتان را بلند نکنید، نگفته که شما کافر شدند. در اینجا قرآن کریم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، در برابر الله و رسولش شما پیش دستی نکنید.
چیزی که الله و رسولش میگه قبول بکنین. واتقوا الله ان الله سميع عليم. یا ایها الذين امنوا. ای ادب است، اولین جمله قرآن مخاطب است به ای کسانی که مؤمنان، نگفته یا ایها الذين ارتدوا ای مرتدان. شما میخوانید قرآن مگر در اول و آخرش متوجه نیستین؟ خطاب قرآن اگر اینا را کافر بگویه برش خطاب نمیکنه یا ایها الذين امنوا، قرآن برش میگه یا ایها الذين امنوا تو چی میگی؟ میگه مرتد شدند. قرآن به لطف خود، الله به لطف خود اینا را مخاطب قرار میده، برای ابوبکر، برای عمر، برای صحابه یا ایها الذين امنوا میگه. اولین چیزی است که مثل شما برای رافضیهای غالی تکفیری پیدا خواهد شد، قرآن برای مردم به غلط ترجمه خواهد کردن تا که مردم از شروع آیت بفهمه که اینا مؤمن هستند. یا ایها الذين امنوا خطابش به ایمان است. لا ترفعوا اصواتكم، صدایتان بالا نکنین. اول ایمانش رو ثابت کرد. الله اکبر، الله اکبر. نمیگه یا ایها الذين كفروا، یا ایها الذين ارتدوا، میگه یا ایها الذين امنوا، ای کسانی که ایمان آوردین. همینجا کلمه بخوان، من برای تو میگم باید دوباره مسلمان شوی، چرا که تو نفس قرآن کریم هم معناش رو نمیفهمی. خطاب قرآن میگه یا ایها الذين امنوا، ای مؤمنان، لا ترفعوا اصواتكم، صدایتان بالا نکنین، فوق صوت النبي، بالاتر از صدای نبی، ولا تشهروا له بالقول، با سخن گفتن از او که صدایتان بالا نکنین در قول سخن گفتن، که جهر بعدكم لبعد ان تحبط اعمالكم، که اعمال شما حبط میشه، یعنی اینو نکنین. ادب یاد داده، نگفته که شما مرتد شدین. یا ایها الذين كفروا، گفته یا ایها الذين امنوا، خداوند ایمانشان رو ثابت میکنه، تو میگی کافر شدن. استغفر الله، ای ادب یاد میده برشان، ادب. و انتم لا تشعرون، باز به تعقیب میگه امی بخاری که تو خواندی و دروغ میگی و تحریفش میکنی، آخری قسمت حدیث بخوان که آنقدر سیدنا عمر بن خطاب در مجلس رسول الله صدای خدا پخش میکرد که رسول الله مبارک برش میگفت یا عمر یک کم صدایت بلند کن، بعد از نزول از آیه مبارکه که یک کم صدایت بلند کن. و این آداب است برای صحابه که یاد میتن. ان الذين یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم، برایشان مغفرت است و اجر بزرگ است. به این خاطر است که قرآن کریم، آقای علایاری، شما اول آیت قرآن جواب شما را داده، یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنان. و در آیه مبارکه سوره تحریم همیشه خودت استدلال میکنی و دروغ میگی. در اونجا چی میگی؟ میگه برای حفصه و عایشه در مقابل پیامبر اسلام توطئه کردن و خداوند مثال قوم زن نوح و زن لوط برش آورد. من از شما سوال دارم، آیا عایشه و حفصه کدام چیز حلال را حرام گفته بودن؟ و در اونجا قرآن کریم میفرم یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لک. سوال من این است که شما پیغمبرم از اسلام میکشین به این آیت قرآن؟ ای پیغمبر، چرا یک چیزی را که الله حلال کرده تو حرام کردی؟ آیا پیغمبرم پس ما از نظر شما محکوم کنیم؟ یعنی شما، مشکل شما همی است، متاسفانه که مشکل همی است که شما آیه مبارکه را میخوانید ولی در معناش تفکر نمی کنید. صدای ما رو پخش کنید. صدای ما پخش میشه؟ بله بله بله. یک بار پیش خود فکر بکن، این اللایاری که آمده اینقدر حرف میزنه، این حرفش راسته یا دروغ؟ اگر دروغ حرف من، خدا شاهده برادر عزیز من، نور چشمت، من این شبکه را میبندم. بیان یک عالم تانو بیان که ثابت بکن حرفای من دروغه. من میبندم، قسم میخورم به قرآن کریم، شبکه را میبندم میرم. اگر راسته حرفای من، اون وقت برادر عزیز من، تو باید بیدار بشی، بیای دنبال هدایت، دنبال ایمان بیای و به ابوبکر عمر لعنت کنی. درست شد؟ اگر حرف من حقه بیدار شو از خواب، اگر باطله بیا به من بگو باطله، من شبکه را ببندم برم. اصلا عرض کردم اسمم هم عوض میکنم، شبکه را میبندم، تمام امین که هر چی که در دنیا دارم و آن چیزی که در این شبکه است تحویلش چک می‌نویسم، چک میکنم، میگم حرف من دروغ بوده، این از شما، بریم. آفرین به شما که به من نشان دادی که دروغ. اگر این کار را نمیتونید و تا ابد نخواهید توانست که حرفای مرا باطل ثابت بکنید، تا ابد، همین تا الان نتونستید، جرأت ندارین، علمای شما زنگ بزنن.